بسم الله الرحمن الرحیم در صفحه 85 درس العاشر درس دهم شروع میکنیم المطار میدان هوایی یا فرودگاه طائره طیاره سلم طائره زینه طیاره جناح طائره بال طائره طيار پیلوت مضيف داريا استيفاردست تذكرة طائرة تكت طيارة. جواز سفر باسبورت ضابط جوازات مسؤول باسبورت حمال باربار الطائرة تهبط تهبط يعني بوين الطائرة تهبط طيارة. نشست میکنه و الطائره تقلع پرواز میکنه طیاره و الطائره تحبط طیاره نشست میکنه الضابط يفحص جواز السفر ضابط پاسپورت مشاهده میکنه بكرون يصعد السلم بكر بزينة بالا مظله چتری را السلم امام الطائره زینه مقابل طیره هست و از وراء و الطائره موتر در عقب طیره هست یعنی امام پیش میگن و ورا پشت سر میگن در اینجا بطاقة وصول اما کارت رسیدن وقتی که انسان در میدان میرسه باز یک کارت برش میتن که در اون خانه پوری میکنن نامیو پاسپورت دیگه پای خود نوشته میکنه دو مثلا پاسپورت هست باز نوشته میشه اسم العائله نام خانوادگی الاسم الکامل نام مکمل تا نوشته میکنین الجنسیه نشنلتیک که یعنی از کجا هستین مکان و تاریخ میلاد پاسپورت تان در کجا صادر شده و تاریخ تولد رقم الجواز نمبر پاسپورت تان المرافقون همراه تان همراه کیست اگر اطفال او باشه التوقيع در آخرش امضا میشه اینه بطاقه وصول میگن ضباط ضباط امو زابط های که در میدان میباشن وصول رسیدن الوصول در تکت هم میشه که وصول مثلا نو پینجا دقیقه رسیدن رحله پرواز چند بود نمبر پروازتان در تکتتان است وصول مثلا از کجا به کجا من القاهره المغادره مغادره مثلا چه وقت وقت پرواز است رحله شماره پرواز مقصد به کجا میرین قاهره مثلا به مصر این چیزایی است که وصول و مغادره در تیکت می باشد لوحه المواعید امو جدول اوقات پرواز و وصول در میدان های هوایی می باشد التدریبات التدریب الاول تمرین اول کس رحله رحلة بروز سفر وقت وقت رقم نمبر مطار فرود قايا ميدان هوايي طائرة طيارة، سلم زينة جناح بال طيار بيلوت مضيف استيفاردس يا تذكرة تكت جواز السفر باسبورت ضابط مسؤول جوازات باسبورتها حمال باربر جولي تقلعو برواز ميكونه و نشست لشحص ميكونه وصول رسيدان لوحة لواء المواعيد اوقات مظلة شاتري امام بيشرو وراء عقب ضباط جامع ضابط اسيا ها التدريب الثاني تمرین دومی چی است؟ اینجا سه تصویر است. کدامش درست است؟ طائره تصویر دومی جواز سفر دومیش جواز سفر است. مطار اینجا سه چی است؟ یکیش اولش ضابط است، دومش استیواردس است، سومیش میدان نشان میته اینی یعنی مطار است. تقلعو تقلعو پرواز میکنه. اونجا در تصویر سعی کنید خط کش کنین. التدريب الثالث التمرين السيومي وصول جوازات وصول رقم الجنسية تلفظ درست كلمات الشماجرية. مغادرة لوحة سفر مغادرة تهبط المواعيد المواعيد يعني مواعيد وقتها مغادرة حمال تذكرة تاريخ الاسم جناح مطار تاريخ الميلاد الجنسية الميلاد الاسم رقم مظلة مظلة أمام وراء تقلع كشكين كلمات درست تلفز بكني التدريب الرابع الضابط يفحص جواز السفر المضابط الضابط جواز پاسپورت را چک میکنه. يفحص جواز چک کردن پاسپورت است. الرجل يصعد على السلم. مرد بالای زینه بالا, بالا میشه. الرجل يقرأ تذكرة السفر. اون شخص میخونه تکت سفره بکرون يفحص جواز السفر. کلمات میشه که مثلا اونجا ضابط بود اینجا بکر استعمال شد. والضابط يسعد عَلَى السُّلَمِ يعني انجه فقط نامخره تغيير ميتين و کش میكن جملات يا الرجل يقرأ تذكرة السفر الطبيب يفحص المريض دكتور مريضة چی میکنه معاینه میکنه اناله اگر برات جواز السفر استعمال میشه يفحصو باز چک میکنه اما در انجه باز چی میکنه ميكنه میکنه الرجل يسعد عَلَى السلم. الرجل يقرأ جواز السفر الضابط يفحص جواز السفر الرجل يأكل ويشرب شخص ميخرا ومينوشا الضابط يقرأ جواز السفر يعني شما جملات تغيير متين وكوش ميكنين كي بشكل جملة بسازين التدريب الخامس حرف غين اسم. مثلا در وسط كلمة در اول كلمة در اخر كلمة غين غرب شمال جنوب شرق غرب يغلق بستمعي كنا المغادرة ترک کردن یا پرواز صغیر کوچک التدریب السادس تمرین ششم تلفظ الف همزه و عین کوشش کنید که فرق باید بشه مثلا عمل آرزو عمل کار ان عن باید تلفظا درست باشه تو نشکه همزه مثل عین یا عین مثل همزه تلفظ شوه سأله سكن سأل سؤال لمود سعلى سعلى إنجا سكن سعلى بعينس متألم دردوار متعلم يعني تلفز أمزا عين قرأ قراءات نموت قرع 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 كشي نموت جاء آمد جاء قرسنا شد إمارة إمارات عمارة إمارة تعمير ميجا إمارة مثلاً داك منطقة أميرش أمير ميجا شو بس إمارة اما عماره تعمیره میگه تدریب السابع، تمرین هفتمی هست اینجا شما یک کارته ببینید خانه پری میشه مثلا اسم العائله نام فامیلتان نوشته می کنین عن یعنی یا نام خانوادگیتانه اسم الکامل نام مکملتان نوشته میکنین الجنسیه از کجا هستین مکان و تاریخ الملاد جای و تاریخ تولد رو نوشته میکنین در کجا تولد شدید و تاریخ چه وقت است رقم و جواز سفر نمبر پاسپورت تان اینجا نوشته میکنین المرافقون کسایی که امرای شما در سفر یک جای هستن نامای از رو نوشته میکنین و التوقع توقع چی میگن امضا رو میگن که باز آخر چی میکنین امضا میکنین التدریب و ثامن تمرین هشتم چی است را که به زبر و به زیر و به پیش به سی حالت میه مثلا رجل مرد رجل پا رخصه رخصه جوازه میگه التدریب و تمرین نهم شکل نوشتاری دال است که مثلا دال در اول کلمه دال در وسط کلمه صادر و دال در آخر کلمه چه قسم نوشته میشه دوراق صدر و یسعد هم در اول کلمه مثلا رجل و را در وسط کلمه چه قسم نوشته میشه و را در آخر کلمه چه قسم نوشته میشه التدریب العاشر تمرین دهم این شما یک جمله میسازیم امی خانه خالیه را پر میکنیم مثلا سلم و زینه تیاره شما نوشته میکنیم که سلم الطائرة خلف الطائرة يا سلم الطائرة أمام الطائرة يا إبشريشة يا بشرش نفسه ميكرين يا نفسه أحمد يصعد على سلم الطائرة أحمد بالامي زيني طيارة الضابط يفحص جواز السفر شو مثلا تغيير ميتين مثلا أحمد يفحص جواز السفر یا مثلا اگر داکتر هم بگیم بگیم که الطبیب و یفحص المریض شما میتونید که جملات اقسم جور بکنین و همچنان کوشش بکنین که امی کلمات و جملات کار خانگیتان است که نوشته بکنین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته